خوش اومدید خانم ها آقایان، اینجا اردیبهشت و صحبت های ما با جناب آقای دکتر بابایی‌زاد، روان درمانگر تحلیل رفتار متقابل، با موضوع پیشنویس زندگی و زیر موضوع رانه ها ادامه داره. آقای دکتر ما در خدمت شما. خواهش می‌کنم. بله، همونجور که داریم راجع به رانه دیگران و راز نگهدار صحبت میکنیم، ببینیم که جنبه های درون فردی، بین فردی و بعد اجتماعی اون چه خواهد بود. درون فردیش که شامل تفکرات و هیجان ها میشه، صحبت کردیم که تفکراتی که میگه وجود تو و بقای تو وابسته است به تایید دیگران، هیجاناتی که اگر تایید بگیرن به امنیت میرسن، در غیر صورت اضطراب حاصل از اون مهار بالا میزن. حالا دوباره رفتار، رفتار کلامی، غیر کلامی، رفتارهای کلامی نامطمئن و غیر قاطع و غیر کلامی زبان بدن شامل حالت چهره با بیش لبخندی، سری افتاده، پایین به بالا نگاه کردن و ستون فقراتی خمیده گویا همیشه باری بر دوش من است. ولی وقتی بین فردی نگاهش میکنیم، میبینیم که خیلی اوقات افرادی که تحت تاثیر این رانه هستند توسط دیگران تشویق میشن. یعنی خیلی اوقات بارها گفتیم کودک سازگار با بالغ اشتباه گرفته میشه. شما فرض کنید یه چند دوستی داری تحت تاثیر این رانه و مدام سرویس میدن و ممکنه بگی اوه چه آدم خوبیه، در حالی که رابطه‌ای که توش به ما نگفته نشه و دقیقاً هر آنچه که ما میخوایم او انجام بده و او از خودش بیانی، ابرازی، هویتی نداشته باشه، رابطه ای نیستش که بتونیم به عنوان یک رابطه سالم روش تکیه کنیم. چرا؟ چون جمله معروفیه که میگه اگر وارد رابطه ایشی و هویت تو از دست بدی، امکانش هست بعدن رابطه رو کنار بذاری که هویت از دست رفته رو به دست بیاری. و متاسفانه هر دو سوی این طیف اشتباست. بعضی مدام وارد رابطه میشن که هویتی به دست بیارن و بعد نمیارن و از دست میدن و با تایید طلبی و مهر طلبی تبدیل میشن به خود ارتباطی، یعنی فردیت از بین. بعد فکر میکنه که فردیتش از بین رفته، از رابطه میاد بیرون. اینجا که گفتم سویچ میکنه روی قوی باش و فکر میکنه که خب من خودمم و باز بیش تأکیدی میکنه و بعد دوباره ناامید میشه، مضطرب میشه، دوباره اینو تکرار میکنه. ندیدیم آیا من که دیدم افرادی که در چند رابطه که به طلاق ختم شده و از اول یه الگویی رو هی تکرار کردن با عشق وافر و به قول خودشون فداکاری های بیشاعبه شروع میکنند، بی‌هویت میشن و بعد استعجاف میکنن، تمر جمع میکنن. این تمر جمع کردن میتونه چند سال یا چند دهه طول بکشه. بیرون میان بدون اینکه فکر بکنن که میشه تغییری ایجاد کرد. بچه مثبتی هم اون آدم داره، اول ازش یک بتواره مثبت میسازند و ستودنی و بعد یک بتواره منفی میسازند و ویران کردنی. میان بیرون و دوباره دوچار استراب میشن و دوباره همین الگو تکرار میشه. ما به این میگیم پیشنویس کوچولو. حالا بعدا توضیح خورده پیشنویس مینی اسکریپت، یعنی روندی رو مدام تکرار. فکر کردم این پیشنویس کوچولی که اشاره میکنید برمیگرده به پیشنویس کودکی درون، ولی این به اون فرق خورده پیشنویس. بله، دکتر دادگستر ترجمه خورده پیشنویس کردم براش، مینی اسکریپت خوبم هست ترجمه. بله، یعنی یه روندی رو هی تکرار میکنیم که اینها رو بعدا بعد شکلشو بیارم توضیح بدم، هنوز زوده. و این تکرار و این تکرار و این تکرار میبره ما رو به این سمت که فرسوده بشیم. و ببینید که انرژی روانی ما که قرار بوده صرف تحقق خود، چه هفته پیش گفتم، چقدر صرف این میشه که من فقط بخوام یه جوری خودم رو کنترل کنم و توی رابطه باشم یا نباشم و دغدغه هایی که منو پایین نگه میداره. توی هرم مزلو که سلسله مراتب نیازهای انسانیه، که اون بالا ما میرسیم به فراروی از خود، میرسیم به تعالی که رو به بالاست، خودشکوفایی. پله اول که نیازهای زیستی، پله دوم نیاز به امنیت، پله سوم تعلق و عشق، پله چهارم عزت نفس، دوست داشتن خوده، بعد میشه آگاهی و زیبایی شناسی و میریم به سمت تحقق خود. وقتی که این ما تحت تاثیر این دو رانه هستیم، یا مثلا همین پلیز آدرز، دیگران راضی نگه دار، واقعا در حد پله دو سه باقی میمونیم. چجوری بریم به سمت تحقق خود؟ فهم امن باشم، یکی باشه تایید بکنه، دوستم داشته باشه، ولم نکنه، اینا
کاره رو داشته باشم، حقوقه رو بگیرم، این هم شاملش میشه؟ خب یه چیزه هست که قرارداده کاریه، ممکنه ما نیازه به یه کاری داشته باشیم و حقوقش و اونجا فرق داره. انعطاف بالغ با مهرطلبی فرق داره. میتونه که با رئیسش صحبت کنه و وضع بهتر شه و با بالغش میره صحبت میکنه، پیشنهاد میده، برنده برنده فکر میکنن، ممکنه رئیسش دوچار بازی شه ولی اون میتونه اینو آنتیتست کنه، جلوشو بگیره، یعنی نهایتاً بعضی مدت به رابطه بهتری میرسن و ما نمیتونیم بگیم که این تحت تاثیر ران است. ولی اگه تحت تاثیر پلیز آدرز باشه اصلا حرف نمیزنه، چون پیشاپیش فکر میکنه که نکنه اون از من ناراحت بشه و مثلا اصلا رئیسش خبر نداره که اون ناراحته یا رنجیده است. اگه یه روز بگه تعجب میکنه، میگه خب زودتر میگفتی، ولی میذاره میمونه و مزمن میشه، میذاره میمونه و مزمن میشه و حرفشو نمیزنه. این به شرط اینکه تحت تاثیر راضی نگه داشتن دیگران باشه. دقیقاً. Please others مدل همین راضی نگه داشتن. دقیقاً. Please others این دیگران راضی نگه داشتن مدل همین. که زیرش همینه دیگه. میگه من وقتی دیگران راضی نگه میدارم شما مجبوری من راضی نگه داری. زیرش من راضی نگه داره. پس من سرویس میدم که تو من دوست داشته باشی. یه جور بدبستان محبت. آره، متأ محبتی که سالم نیست، زیرش استرابه. نمیتونیم بگیم مهر اصیل، میتونیم بگیم مهر عصبی. ببینین اینطور میتونم توضیح بدم. مثلا در نقش ناجی من وارد رابطه میشم. نقش ناجی مثلا میگردم یه کسی رو پیدا میکنم و تای دلم هم دوست ندارم حالش خوب شه. این دوست دارم ضعیف باقی بمونه، نابالغ باشه و به من نیاز داشته باشه که این عشق دوام پیدا کنه. و مدام به این سرویس میدم، حمایت میکنم، میبرم، میارم، نمیدونم حمایت مالی، حمایت مکانی، غیره، مورد مراقبت. خب اینجا ببینید بزار خیلی قدرتمند به نظر میرسن، یعنی ممکنه که من یک زن یا مردی هم که با کسی وارد رابطه ازدواجی شدم و همه جانبه دارم اونو حمایت میکنم، ولی در عمل او همون بچه نابالغیه که قرار نیست بزرگ شه، چون اگه بزرگ شه رو پای خودش وایسه من دوچار استراب میشم. پس اینجا ببینم مثلا شاید من نزدیک نباش دارم یا مهم نباش دارم، روشو با این بیش حمایتگری پوشوندم و تونستم به یکی نزدیک شم و چون اون به من نیاز داره براش مهمم و اینو تعبیر میکنم به عشق. عشق روی هر چیزی رو میتونه بپوشونه، منتظرش آیا عصبیت یا واقعیت متفاوت. حالا آیا من ممکنه تحت تاثیر رانه دیگران و راضی نگهدار باشه که در نقش ناجی قرار گرفتم؟ بله. یعنی من برای اوی قربانی که در درون هیچ تمایلی هم به بهبود حالش ندارم، دوست دارم قربانی بمونه، کماکان که وقتی میخواد حالش خوب شه یه دعوایی را میذارم دوباره افسرده میشه یا دوباره مواد رو شروع میکنه یا دوباره دوچار تنش روانی میشه و مسائلش میزنه بالا. من دارم با حمایت از او که این حمایت ظاهرش هم بسیار قدرتمندانه است میگم که پس تو به من نیاز داری، پس من رو راضی نگه دار و باش. متو اینجا این ورش قدرت، اون ور اون فردی هم که در نقش قربانی هم هست به همین شکل او هم ممکنه تحت تاثیر دیگران راضی نگه دار باشه، این دوتایشون با یک رانه باشن، منتها او بزرگ نباش داره و وجود نداشته باش داره، اوی دیگر مهم نباش داره یا نزدیک نباش داره. بنابراین اینا با هم یه جوری وصل میشه و رابطه به وجود میاد. اونم میگه باشه، مادامی که من بدبختم و بیچارم پس من بدبخت بمونم، منو دوست داری، مدام بهت محتاجم، پس منو دوست داشته باش. و اوی ناجی و اوی قربانی با هم وارد رابطه میشن، اینجوری تو هم گیر میکنن و اسمشو میذارن عشق، ولی این مانع تحقق هر دوتایشون میشه، چون اینکه قربانیه که بعد در وضعیت قربانی یه سال، دو سال، ده سال، 20 سال بمونه، اونی هم که در وضعیت ناجیه بعد همه زندگیشو بذاره که قربانی از هم نپاچه و هیچ کدوم نمیتونن به تحقق خود دست پیدا کنن، یا اگرم برن جلو هی مدام دوچار دست انداز میشن، چون این رابطه است که میبایستی مورد دوباره سنجی و بهبود قرار بگیره. تکرار میکنن دوباره سنجی و بهبود. خودشناسی قرار نیست باشه که ما هرچی یه نقصان دیدیم از رابطه بیایم بیرون، کل صورت مسئله رو پاک کنیم، نه، وای میستیم و بهبود ایجاد میکنیم تا اونجایی که بشه. بهبود تدریجی. در قبلش اینه که به جای تمرکز به رابطه رو خودم تمرکز کنم. خب من چی دارم که هم بازیم یا نقش متقابل رو دارم؟
و اینجا ببینیم که تو مثلث کارپمن که مثلث بازیا بود، ما پایین قربانی رو داشتیم، اینجا ناجی رو داشتیم و اینجا ستمگر. برای این ممکنه اویی که در نقش ناجیه و با دیگران راضی نگهدار داره ناجیگری میکنه، اگر فرد قربانی هم تحت تاثیر این ران است و با قربانی بودن اونو داره راضی میکنه، یه روزی نخواد دیگه قربانی باشه، ناجی نقشش رو سویچ میکنه رو ستمگر و با آسیب به اون، با داد و بیداد، با تهدیدش به رها کردن، با تهدیدش به تنها گذاشتن و غیره و غیره، انگاری که داره میگه تو باید هم قربانی باشی که من بتونم برات نجات دهندگی رو داشته باشم و در این راه نه تو مهارهاتو ببینی و دوچار استراب شی، نه من یک عشق مرضی و عصبی ایجاد کنیم با هم دهه ها رو طی کنیم. خیلی جالب، آدم رو به فکر فرو میبره اینکه یک رفتار ما در نقش پدر یا مادر بر روی کودک از سر عمد نه بلکه از سر سهو میتونه تا این حد سرنوشت یک فرد رو تحت تاثیر خودش قرار بده. آدم تبدیل بشه به کسی که فقط میخواد دیگران رو تاییدشون رو بگیره، هرچی اونا میگن بگه باشه و عملا قدرت نگفتن رو از دست بده.